در آستانه ورود ماه محرم الحرام، همایشی با موضوع رسالت مبلغ مذهبی در دهه محرم برگزار شد که کارشناسان و مبلغان مذهبی در آن به بحث و تبادل نظر پرداختند. این همایش که با حضور گسترده مبلغان، پژوهشگران و علاقمندان به مسائل دینی برگزار شده بود، با بررسی نقش حیاتی مبلغان در انتقال پیام‌های عاشورایی و ارزش‌های دینی به نسل‌های جوان پرداخته شد. سخنران همایش بر اهمیت آگاهی بخشی و ترویج اصول اخلاقی و معنوی تأکید کرد و عاشورا را فرصتی برای بیان آموزه‌های اسلامی، همدلی و وحدت میان مسلمانان دانست. امارت اسلامی، مسئولین، قضیه عاشورا عزت اسلام را تأمین کرده. مگر میشه پیغمبر بفرماید حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات است و ما در عزاداری حسین این مسیر را در نظر نداشته باشیم؟ هند متفرق را چگونه متحد کرد؟ وقتی با او ملاقات کردن گفت به من چیزی جدیدی ندهین، من زندگی حسین مطالعه کردم و او را به کار گرفتم، نتیجه شد این. اجازه بدین این نکته را عرض بکنم، در قرآن یکی از دستورات این است به مردم به احترامی نکنین، به احترامی به عقاید مردم، به بزرگان مردم، به باور مردم زمینه انفجار فراهم میکنه. اکرم و کریم کل قوم، بزرگ هر قومی را احترام کنین. قرآن میفرماید اونهایی که بت میپرستن به اونا فحش ندین. چرا؟ چون ناآگاهانه به خدا فحش میدهن. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. اجازه نیست مبلغی مروج حق به احترامی به هیچ باوری ندارد. به تعبیر بعضیا ما مثبتات خودمان نمیگیم، ما عظمت امام حسین میگیم. تبلیغ و مبلغ جایگاه بسیار بلند و بعظمت است که خداوند جایگاه را تعریف کرده است برای پیامبرانش که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. و پیامبران خودشان از طرف خداوند متعال به عنوان یک مبلغ و به این سمت از طرف خداوند گماشته شده است، چون بشر با اونجایی که مسیر تعالی و تکامل خودش سیر میکنه و برای پیمودن مسیر تعالی و تکاملی راه و رویش و مسلکی را لازم داره که خود نمیدانه، پس بناهان اون خالقی که آفریده است او را به وظایفش آگاه بسازه و تکالیفش را معلوم بکنه. در قدم اول خداوند متعال پیامبران را به این سمت گماشتند تا اینه که بشر را در مسیر تکاملیشان آگاه بسازه. همچنان در ادامه کار کسی که وظیفه و رسالت انبیاء الهی را به عهده میگیرد، این شکل در طول زمان مردم را با مسائل اصلی و اساسیشون آگاه می‌سازد. تبلیغ یکی از مهمترین مفاهیم مؤثر در بیان معارف دین است. خب خود رسول گرامی اسلام اولین مبلغ بر اساس آیه‌ای که خدای متعال فرمایش می‌کنند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی ای پیامبر برسان آن چیزی که به شما نازل شده است، یعنی تبلیغ کن. و فرمان تبلیغ را خدای متعال به پیغمبر اکرم واگذار میکنه و یکی از سمت‌های مهم پیغمبر اکرم سمت تبلیغ هست. حقیقتاً بیان مسائل به وسیله تبلیغ صورت میگیره و راه ارشاد از مجرای تبلیغ میگذره. بنابراین
تبلیغ اساس میشه هدایت و ارشاد جامعه را گفت. از اون جایی که اصل مقام امامت، حالا به شهادت رسیدن امام حسین، نه به عنوان یک شخص، یک مقام بزرگ و با عظمتی که مقام امامت بود پس از رسالت پیامبر خاتم صلی الله علیه وسلم که قطعا وصی سوم اون وصی چهارم اون حضرت بود، وصی اولش حضرت علی، بعد امام حسن، سومش امام حسین علیه السلام، وصی سوم بود بعد این حضرت، همون سمت جایگاهی که پیامبر داشت از همون سمت جایگاه حرکت کرده بود و خودش بیان میکنه که اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام که من به سیره و سنت جد و آبایم حضرت علی و پیامبر بزرگوار اسلام حرکت میکنم و هدفش را اصلاح امت بیان میکنم. این امتی که پس از اصلاحی که پیامبر به وجود آورده بود رو به فساد گرایده بود، وقتی به خاطر اصلاح قیام میکنم و وظیفه‌اش امر به معروف و نهی از منکر که قطعا اصلاح عمومی و جامعه و کامل فردی و خانوادگی و اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر به وجود میاد، تا اصلاح در جامعه پیدا نشوه اصلا نمیتونیم بگیم که جامعه اسلامی باشه. پس بنابراین حضرت به این هدف دیدگاه حرکت میکنه و در این مسیر به شهادت میرسانه اونهایی که نتوانستن تحملش بکنن. بعد موضوع مهم است که وقتی به خاطر هدف اصلاحی و امر به معروف و نهی از منکر کسی به شهادت برسه با خانواده و اهل عیالش، ایجاب میکنه که دیگران باید این پیام را دریافت بکنه که این موضوع خیلی مهم است. اولا از که جایگاه امامت گم نشود، بعد مسئله تبلیغ و اون رسالت که از جانب خداوند متعال که فقط ترس و حراس از جانب خداوند متعال داشته باشه، که انسان مبلغ است، هیچ کسی هم نترسد. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله. ولو در یک وقتی زمانش کور امام تشخیص میکنه که در چه وقت و زمان انسان برای رساندن پیام الهی به گوش جهانیان جانش هم حتی در خطر باشه، این موضوع خیلی مهم است و این مسئله که گره خورده است اهمیت موضوع را بیان میکند که جایگاه تبلیغ خیلی مهم است، اساسی است، رساندن پیام الهی است و اون حضرت به اون عظمت و مقامی که داشته است در مسیر تبلیغ به شهادت رسیده. پس بنا ایام عاشورا بهترین فرصت مناسب و پیوند بین شهادت امام حسین و مسئله تبلیغ و رساندن پیام الهی است که مردم از اون نباید غفلت بکنه و حد اکثر استفاده را از این ایام پیش آمده بود. علمای بزرگ، من اینجا عرض می کنم و عقیده دارم حق به پیروزی می رسد. همه علمای افغانستان مخصوصا امروز نظامی که در رأسش عالم است، مولوی های عزیز است، حافظان قرآن است، همه اینها را دعوت می کنم. تشکیلات قرآن و تشکیلات حسین برای عزت همه جوامع است. اگر افغانستان را می خواهیم از وضعیت موجود بیرون کنیم که اون نامسلمان گفت این مردم نمی توانند ملت بسازند، یکی از فرصت ها محرم است. والله دانشگاه است. اصلا به حادثه عاشورا که نگاه شود از لحاظ تاریخی در ابعاد مختلف عاشورا میتونه انسان درس های آموزنده ای را بگیره. از یکی از ابعاد مهم عاشورا مسئله اخوت و برادری است. خیلی از کسانی در شمار و قطار شهدای کربلا قرار داره که اونها از لحاظ اعتقادی و فقهی حتی در زمان امام حسین علیه السلام همراه با او نبود، اما در مسئله قیام امام حسین علیه السلام این نهضت الهی کسانی در ردیف شهدای کربلا قرار میگیره که اونها از لحاظ برداشت اعتقاد تئوری و نظری مخالف عقیده و نظر امام حسین علیه السلام بوده است. در اون زمان کسی به عنوان پیروان و شیعیان خاص علی، نه تنها بلکه تمام پیروان ولو شیعیان علی هم محسوب نمیشدن، در کنار امام حسین قرار میگیره. پس این نشانگر این هست که اصل مسئله اسلام و توحید کلمه برای مسلمانان مهم است، از اهمیت خاصی برخوردار هست و حرف اول را که از عاشورا باید به عنوان یک درس زندگی ساز و حیات بخش که در کنارش تمام الگوهای عاشورایی را پیاده بکنیم، درس اخوت و برادری را بگیریم تا در کنار او را به عنوان یک چتر جامع و شامل و دیگه مسائل اساسی و آموزه های دینی عاشورایی را در تحت این چتر اخوت اسلامی باید ترویج بکنیم. خوشبختانه جامعه افغانستان اعم شیعه و سنی یک روحیه برادری و اخوت دینی
از قدیم حاکم بوده و حالا هم با توجه به شرایط 45 سال اخیرم علی رغم یک سلسله نفاق های قومی قبیله ای ولی تنش های مذهبی ما نداشتیم و نداریم. امروز هم به حمد الله مذاهب متعددی که در افغانستان هست خب با هم یکی هن و در قسمت محرم عاشورا انگیزه تا حدود زیادی انگیزه واحدی دارن، چون امام حسین متعلق به جامعه شیعه و مذهب جعفری نیست، این نواده رسول خداست، این سکاندار دینه. خب ده ها صد ها حدیث از منابع برادران اهل سنت در فضیلت امام حسین از زبان رسول خدا در منابع برادران اهل سنت ما هست که ما ازش استفاده میکنیم. و شخصیت های بزرگی که ما میشناسیم، اساتید، صاحب نظران اهل سنت، احترام عمیق به امام حسین دارند و این خیلی روحیه همپذیری را و اتحاد و اخوت دینی را استحکام بیشتر میبخشد. شعار حضرت عبدالله حسین علیه السلام از آغاز حرکت برای نهضت خونین کربلا تا ختم نهضت که روز عاشورا و شهادت آن حضرت بود و بعداً شعار اسرای کربلا که مبلغین نهضت کربلا بودند، همه در راستای وحدت امت اسلام بود و برادری و اخوت، و هیچ وقت بحث شیعه و سنی را و یا مذاهب دیگر را و هیچ وقت بحث قومی و منطقه را امام حسین علیه السلام در شعارهای خود نداشتن. و همچنین پیام رسان خون شهدای کربلا که حضرت زینب سلام الله علیها و امام زین العابدین و بقیه اسرا بودند. و الحمدلله در ممالک اسلامی و خصوصا در کشور عزیز ما افغانستان هم محرم به خوبی تلیل میشه و از طرف پیروان مذهب شیعه و سنی، یعنی هم حنفی و هم جعفری ها، همه در کنار هم و حتی همیشه مسئولین حکومتی هم در ایام عاشورا سهم بزرگی در برگزاری مراسم امام حسین و در شکوهمندی مراسم امام حسین داشته و انشاءالله که من بعدم خواهیم داشتن و در این راستا فعالیت های زیادی کردن و بازم انشاءالله امیدوارم که بیشتر فعالیت کنن. و امام حسین مربوط به یک قوم و یا یک مذهب نبودن، حضرت عبدالله یک شخصیت محوری برای جهان اسلام بود و محور وحدت برای کل مسلمان ها بودن. هر که اومد پیامبر اسلام بود، امام حسین علیه السلام برای او پیشوا و مقتدا و رهبر و زعیم و یک مجاهد نستوه بودن. کتابی داریم به نام اعلام النبوه مال مرحوم ماروردی در صفحه 83، کتاب دیگر سوائق المحرقه مال ابن حجر مکی در صفحه 192، فصل الثالث فی الاحادیث الوارده فی بعض اهل البیت کفاطمه و ولدیها، درباره آقای امام حسین است. مقتل الحسین خارزمی، من این حدیث نه به خاطر خلاصه اینکه دوستان اذیت بشن، نه به خاطر که در مسیری که صحبت کردم انشالله رسانه ها پخش کنند و من انتظار دارم در سالها، در همین سال در مساجد همه مسلمین، نه مساجد شیعه، من این تفکرم هم. چرا مجلس امام حسین در مساجد همه مسلمان ها برگزار نشه؟ مگر ضرر میکنه؟ 10 روز 10 تا سخنرانی، مولوی عزیز فوق العاده به روز میشه، مجبورم مطالعه کنم. من برای سخنرانی ساعت ها برنامه ریختم. از ام المؤمنین بی بی عایشه که از محضر رسول الله اطلاعات ارزشمند را کسب کرده بودن، در این 3 کتاب روایت داریم. ایشان می‌فرماید روز جبرئیل به پیامبر نازل شد، در همون آستانه وجود نازنین امام حسین علیه السلام آمد خدمت پیامبر و پشت پیامبر بالا رفت، یا از پشت پیامبر بالا رفت. بعد جبرئیل به پیغمبر فرمود، میدونم داخلش یک نکته است، او هم انشاءالله تذکر میدم. جبرئیل در این 3 کتاب آمده، راوی روایت هم حالا هم
ایشان است، همسر رسول الله، حالا بعدن میگم اصحابم است. جبرئیل به پیغمبر گفت شما صلوات آرام بفرستین یا محمد. اجازه بدین ترجمه نکنم. ان امتک ستفتن بعدک، امتت گرفتار فتنه میشه. و یقتل ابنک هازا من بعدک، این فرزند تو را میکشه. و مد یده، جبرئیل دستش دراز کرد. فعطاه به تربت بیضا، یه مشت خاک سفید گرفت. کربلا یا کربلا یا کربلا، در فراغت مبتلایم مبتلایم مبتلا. آیه قرآن نیفتاد از لب خشک حسین، از کنار قتلگاه تا تشت طلا. فعطاه به تربت بیضا، یه مشت خاک سفید. این سفید معنا داره. در شب عاشورا هم آقا امام حسین فرمود، جدم رسول الله فرمود عجل ولا تؤخر، حسین جان با شتاب بیا. هاذ الملک نزل من السما، این فرشته از آسمان نازل شده. لیأخذ دمک، تا خون تو را بگیرد. فی قارورت خضرا، در شیشه سبز. این سینه ها شیشه سبز است. سربازان مکتب حسین سینه هاشان مملو از زیبایی است، از معارف است، از آزادگی و آزادی خواهی است. جبرئیل مشت خاک را از کربلا آورد و قال فی هذا الارض یقتل یا یقتل ابنک، اسم هدف اسمش هم معرفی کرد. فلما ذهب جبرئیل، ام المؤمنین میگوید جبرئیل رفت. خرج رسول الله الى اصحاب، پیغمبر آمد کنار اصحاب. و تربتو فی یده، تربت به دست پیامبر بود. و فیهم ابو بکر، حضرت ابی بکر در اون جمع بود. و عمر، حضرت عمر و علی علیه السلام و حذیفه و عمار و ابو ذر. اینا رو بخوام معرفی بکنم طولانی میشه، فقط ابو ذر معرفی میکنم. پیغمبر و ائمه نگاهشان به ابو ذر این بود، ما زلت الخضرا و ما اغرت الغبرا، آسمان سبز غمین گردآلود. و راستگوتر صریح و لهجه‌تر از ابو ذر سایه نیفکنده و پشت خودش ندیده. این شش نفر بودن. و هو یبکی، پیغمبر گریه میکرد. یه حدیث اگر بخوانیم چی میشه؟ ظلم نیست به اسلام و پیامبر در مساجد که نماز برگزار میشود، در عزای حسین از حسین یاد نشود. و هو یبکی، پیغمبر گریه میکرد. اصحاب همین بزرگان، ابی بکر، عمر، علی، حذیفه، عمار و ابو ذر. فقالوا ما يبكيك يا رسول الله، چرا گریه میکنی؟ علت گریه چیست؟ فقال اخبرنی الله، یا اخبرنی جبرئیل، فرمود جبرئیل به من خبر داد. ان ابنی الحسین یقتل بعدی به ارض تف، و جاءنی به هذه التربه فاخبرنی ان فیها مزجعه. حالا ممکنه جوانی سوال بکنه و باید هم سوال بکنه، شاید عزیزی مبلغ سوال بکنه آقا پس امام حسین مجبور بود؟ نه، شما برین اونجا و بحث خلاصه کلامی را دنبال بکنین. اراده تشریعی داریم، اراده تکوینی داریم. اراده تشریعی کسی مجبور نیست. خدا گفته نماز بخوان، همه نماز میخوانن. رضای خدا در نماز خواندن است. اینجاست که باید ثور صورت بگیره، اینجا باید مستمع اشباع شود. این نکات باید گفته شود. امام حسین مجبور نبود. ان الله شاء ان یراک قتیلا و ان یراهن سبایا، اجبار نبود، رضای خدا در آن بود. خب وقتی پیامبر میشنه و گریه میکنه،
بعد از شهادتش گریه کردنش چه ارزشی دارد؟ اشکم بود نشانه عرض ارادتم، چون کودکان همیشه بود گریه عادتم. ای عشق قد مشو تا دم مگر، آید عزیز فاطمه بحر عیادتم. هر شب دعا به مادر خود میکنم که او با آب دیده شست به صبح ولادتم. ان یعلبن العامری، یعلای عامری نقل میکنه پیغمبر به مهمانی دعوت شد. فاستقبل رسول الله امام القوم، خب مهمانی که میرن معمولا شخصیت جلوتر حرکت میکنه، بزرگان باید در صدر مجلس قرار بدیم، در حرکت به دنبال اونها باشیم. پیغمبر جلو جلو حرکت میکرد و حسین مع الغلمانی یلعب، آقای امام حسین با اطفال بازی میکرد. فاراد رسول الله ان یأخذه، پیغمبر خواست امام حسین بگیره. فتفق السبی یفر هنا مرتن و هنا مرتن. خلاصه آقا خرد سال بود، یکمی ایبر اوبر رفت. بعد آقا رسول الله فجعله، رسول الله پیغمبر امام حسین گرفت. فوزع اهدا یدی تحت قفا، یکی از دستاش گذاشت زیر گلوی امام حسین. و اخرى تحت ذقنه، یکی را پشت سر گذاشت، یکی را زیر گلو گذاشت. فوزع فاه علی فیه، یا صاحب از زمان مرا ببخش. یقبلو، گلوی حسین میبوسی. فقال حسین منی و انا من حسین. علما فرمود حسین از من است، من از حسین. مردم آشنا کنیم، علما، مفتی ها، عزیزان، حافظان قرآن، رسانه های حرف پیغمبر است. فرمود حسین منی و انا من حسین. دعای پیغمبر قبوله. امیدوارم در دهه آینده کشور ما همه حسینی باشند، همه مساجد ما، تکایای ما، همه مذاهب اسلامی در این سرزمین از همدیگه با عنوان فرمول قرآنی فاستبقوا الخیرات در تجلیل عاشورا از همدیگه پیشی بگیرند. فرمود احب الله من احب حسینا، خدایا دوست بدار هر که حسین را دوست دارد. حسینون سبتم من الاسباب، ای حسینم